بخور مامان جون. دست بچه خوابید؟ آره ترسیده بود. احسان هم پیشش خوابید. لیلا جون تو هم برو یکم کمک کن. واقعا خجالت آوره، واقعا خجالت آوره. چش و دل هممون روشن. بی خود نیست قدیمی ها میگن یارم روا مدار گدا معتبر شود. دست شما درد نکن آقا سیروس، دست شما درد نکن آقا رحمان. اینجوری حرمت نون و نمک و یا اون فامیلی رو نگه میدارین؟ خوبه حالا نه به باره نه به داره، هیچ پولی در وسط نیست. اگه قضیه پول بخواد بیاد وسط چی کار میکنن اینا؟ من حاضرم برم کلفتی خونه مردمو بکنم، اما نبینم اینجور فامیلیمون داره از هم میپاشه. منم همینطور. آقا رحمان، آقا سیروس، آخه مدیر عاملی شرکت نظافتی اینقدر مهمه که این بساط رو انداختیم؟ مگه قرار نبود دست به دست هم بدیم تا به زندگی دوتا خانواده سر و سامون بدیم؟ من قول بهتون میدم به همین وضعیت پیش بریم ما تا 6 ماه دیگه هممون باید کاسه گدایی دستمون بیاد. باور کن تا کارمون به قتل و غارت و اینجور چیزا نکشیده بهتر از هم جدا شیم. همین الان ضرر کنیم بهتره تا بعدن. اصلا نمیخوایم شراکت و شرکت و این چیزا این بازی رو تموم کنیم. آقا سیروس شما فردا صبح بلند شو برو بونگا پولو بده بگو با ما پشیمون شدیم، خونمون رو پس بگیر، میریم سر زندگی خودمون. آقا نه هر خانم کارو نکن طلعت. خب تو یه چیزی بهش بگو دیگه. چرا نه رحمان، خب کار بد کردی دیگه. چرا کلاگیس آقا سیروس رو برداشتی؟ من و یه آبجیم یه عمر با هم بودیم، یه عمر کنار هم زندگی کردیم، هیچ وقت از هم جدا نبودیم. تو بیپولی ها، گرفتاری ها، مریضی ها. حالا دلم نمیخواد یه اتفاقی بیفته که یه روزی خدایی نکرده ازش جدا بشن. خدا نکنه. خاله من دقت میکردی میدیدی که دو بار مادر تاکید کرد و خدا نکنه گفت دیگه. راست میگی دیگه، چقدر بگه. مامان جون دیگه نمیخوری؟ نه مادر جون، تو هم یه سری به بچه ها بزن ببین در چه وضعیه. باشه.